خروس سحر خروس سحر یادم انداخ ساعت ببینم، خروس سحر یادم انداخ ساعت ببینم، طلوع تو را در حریر عبادت ببینم، صدای اذان از سر سرو گلدسته افتاد، خدا و تو و عشق و هستی، تو هستی که زیبا، تو خداوند هستی، تو را هدیه بر آل دل باوران داد، در این بارگاه تلاکوب حضور تو را مست سرمست آوازهای بد بد به بیداد، خداوند هستی خروس سحر را به یادم آورد که ببینم، ای مسلمانان دروغگو، ای ظالمان صبح بیدار شو متجاوز، ای امام بتران خیانتکار به دین و به باور و به ماه مبارک رمضان و به صبح علل طلوع، از صبح که بیدار میشین جز فریب یه ملت، جز زمینه فرار از باورهای نسلهایی در جغرافیای اون سرزمین، آیا کاری کردین؟ آیا شما انسانین؟ آیا شما شرافت دارید؟ آیا فرقی نباید باشه بین شماها و با یه آدم با شرف با ایمان در کنار مردم معترضی که اعدامش میکنه؟ آیا نباید بین شماها فرق باشه؟ بین شرف و بیشرفی؟ بین راستی و درستی؟ بین خوبی و بدی؟ ببینید اینها آرزوهایی است که همه ما انسان ها داریم، میگیم خوبی کدوم خوبی، میگیم بدی کدوم بدی، اینا هر کدوم برای خودش در جای خودش تعریف داره. وقتی نگاه میکنی میبینی یک موش میشینن برای تو نقشه میکشن، تر میکشن که تو باید چیکار کنی که بری بهش، تو باید چیکار بکنی تا خدا از تو راضی باشه، تو باید چی کار بکنی تا اسمت باشه مسلمون، تازه باید چی کار بکنی که اسمت باشه مسلمون شیعه، و اونم از این دست که حکومت مدعی نظام دینی شیعه ما رو به جایی کشوند که امروز نشستیم و نگاه میکنیم. هنوزم صدای اذان رو وقتی من میشنوم سخت ملتهب میشم، هنوزم صدای اذان رو وقتی میشنوم دارم به یاد روزگار سادگی و نوجوانی میافته، چه عشقی میکردم صبح با بابام بلند میشدم نماز میخوندم روزه میگرفتم، هر جا که بودم با هر کسی که بودم دلم خوش بود به باغ توتی و شابدرزیم و یه باغ توتیش، آدمای خداشناس لوتیش، چشملی و چارجوب و کوه سنگیش، کوه بی بی شربانو با اون قشنگیش. این تصاویری که در شعر آنتیک من می نویسم اینها برمیگرده به روزگار نوجوانی من، شبا تو باغ توتی با بچه ها تا صبح کتاب خوندن، نشستن درس خوندن، یه سری بچه های جوان بودن تازه اومده بودن، عشق نگاه های چپ و من چپم و من مجاهدم و من کمونیستم، و نمی دیدیم کیه چیه، یه لینینی بوده یه استالینی بوده داره کی بوده، اینا رو گفته اونا رو گفته، خب به من چه، تو چی میگی من چی میگم، نه اون اینو گفته اینجوریه باید اینجوری کنیم، کارگران متحد چه این کارگران جهان، این بشیم این بشیم، بعد همه اینا باید باشیم. اما جغرافی های ما، فرهنگ ما و مردمان سرزمین ما و نگاهشون نسبت به جغرافی های خاورمیانه و همه جهان به گونه دیگه است، چون فرهنگ خودمونو داریم، ما زائیده این تفکر این فرهنگی، خیلی چیزا هم شبیه بقیه است، میبینیم هر چیز خوبی که دوست داریم برای اینکه ما خودمون داشتیم، ما این گونه هستیم، به خصوص نسل من
که در زمان به پهلوی به شهادت همه رفیقان که الان اینجا هستند، آرش شاه تیموری عزیزم که در روزگار من بوده، فرج جان شاه تیموری، فرشته جان، این بچه ها فرشته در زمان ما نمیدونم بوده یا نبوده، بسیاری از اونهایی که در دوران ما زندگی کردن نمیفهمیدیم، نفهمیدیم. مجید جان آرمانی، درود بر شما، درود به همتون بچه ها، همه شما که روزها آمدید برای من چیزی نوشتید، رفتید، و همه اونهایی که اومدید لطف کردید، نظر دادید، ممنونم همتون. باری وقتی آدم میشینه فکر میکنه میبینه این باور چه کارایی به آدم میکنه. نمیدونیم، نه که تحقیق نمیکنیم، یه چیزی مثلا میگن یه امام حسین بود، این بود، اون بود، ما هم مدام بلند میشی به خدا نزدیک میشی، ولی وقتی بلند میشی این احساس روحانی واقعا تو رو به خدا نزدیک میکنه، به آخوند متعفن ربطی نداره. اون صدای اذان آدم یاد شنیده های بلال حبشی حضرت پیامبر میفرستتشون بالا، میگه برو اذان بگو، اذان بگو که چه باشد، که خروس باشی، که بیدار بکنی. خروس باید بود، باید بیدار کرد، و این صدای اذان به گونه تأثیر در تو میذاره که همه گذشتت رو خودت مرور میکنی. آیا این چیزی که امروز بهش باور داری درسته؟ آیا اونا درست بود؟ به هر جهت نفهمیدیم چیه؟ به این نتیجه میرسه که آقا تو یه انسانی، یه خدایی درونته، خداوندگاری تو رو آفریده، این هستی رو آفریده، نه بیگ بنگ اومده این جهان شده. حالا اگر این بیگ بنگ آمده شما نسبت به کره زمین نگاهش میکنی، این بیگ بنگ با کرات دیگه، با حیات دیگه، با زندگی های دیگه، با موجودات دیگه، اینا میره توی در واقع توجیهات فلسفی و هر کس هم به اندازه بذارتش هرچی دوست داره میره دنبالش یاد میگیره. ولی همه اینا رو که میآموزی میبینی هیچ چیزی مهمتر از این نبوده که در بچگی یاد گرفتی خدا عادل است و ظالم نیست. بچه رو اینا میگن خدا ظالمه، هر کاری بکنی میکشت، هر کاری بکنی میتنت، این کار نکن، پولشو بده به من، خمس زکاتت بده به من، میری بیش خدا، این کار بکن، میری اونجا فرشته ها میان اونجا لخ پخت و اینا، برو خودتو بکش، میری اونجا فرشته ها. خب یکی بینو نمیگه چرا خودت نمیری جلو خودتو بکشی، چرا بچه ها خودتو نمیرن، چرا زن بچه تو نمیرن، چرا هرچی پوله ماره شماست، خوشیه ماره شماست، زندگی خوبه ماره شماست، هایراید و مایراید و تفر و اینجا و اونجا ماره شماست. آقا چرا یه سر پیش ما انقلاب کردیم؟ ما شما رو میشناسیم، اکتای اکپیریتون رو میبینیم، از اون حسن روحانی گرفته تا بقیه، یه سری مریجک و فریبکار آخونده دیگه، بچه ملا، این بچه ملا هستن که اینجا کروات میزنن، شما رو گریه میدادن، پول ازتون میگیرن، تو تلویزیون ها پرن. گفتم تو این تلویزیون ها، یادم افتاد پریروز من با رضا جان زهرابی یه گفتگو کردم، نمیدونم دیروز بود گویا، یه گفتگو کردیم با هم دیگه، ولی من اون رو ندیدم رضا زرابی شعر بکنه. البته دیدم آخرش یه جورایی تق و لق بود، اینترنت نبود، ولی فکر میکنم، خودم اینجوری فکر کردم، اگر نذاره، اگر بگه حالا به هر دلیلی بگه اینجوری شد اونجوری شد، خب من میتونم بفهمم، چون من اسم شهرام همایون رو آوردم، ایشون یه جورایی میتونه سنبرش بکنه، قطع بکنه، ولی به من قول داده که انسانی با معرفتانه مهم نیست که ایشون با کی چه رابطه داره، هر کی با هر کی رابطه داره، قبل از اینکه ایشون با این رابطه داشته باشه ما 30 سالی با این زندگی کردیم، 20 سالی 25 سالی تو این شهر زندگی کردیم، بیشتر از شما با این رابطه داشتیم، بیشتر از شما با این رفت آمد داشتیم، و من تو اون تلویزیون ماها رفتم و حرف خودم رو زدم، همیشه هم گفتم صاحب این تلویزیون در این لحظه، در لحظه ای که حتی به هر قصدی، حتی فکر کنه مثلا من بیام روی ایر مثلا حرفمو بزنم، بعد به اونا بگه آقا ببینم که حرف نداره برش کن اینا، خب راست هم میگه، دقیقا درست میگه، چون باید رعایت بکنه صاحب تلویزیون اونجا حرف نزنی. ولی من در همون تلویزیون خودشون گفتم این تلویزیون کنداشم، تو تلویزیون خودشون گفتم اینو کلا بردارم. یه روزی خانم شهرام شاهده، آقای باقری اونجا بود، باقری و من تو که گفت پول داریم جمع میکنیم، شهرام میگه پاشو بیاین، خورت ما رفتم و اونو رفتم، تا رسیدم خود جلو زنش خودشو گنده کنه چسی بیاد، یا گفتش که
آره اتود تو که همش به من همیشه همه جا فوش دادی اینا. گفتم اه خب هرچی گفتم درست گفتم، همین الان هم هرچی میگم درست میگم. دید دمیتونه غلط من بشینه بلند شد. هرچی گفتم درست گفتم راجبت، تازه خیلی چی داره نگفتم. من مداخلات تو به امور سیاسی با همکاری با اصلاح‌ها با سردار محمد رضا مکی رو آوردم، با علی رضا نوری‌زاده میلیون ها صدها هزار دلار کلاهبرداری، صدها هزار دلار اون سکه هایی که خود شکیب یه دوری میداد که بپوشی و سپس بعد از اون سکه هایی که از چین میومد، این قصه و داستان ها، همکاری تو با اونا، با برادرات که با اونا رابطه دارن و خیره هزار یه برادرات که داریه و هزار یه قصه دیگه. خب من اینا رو که نگاه میکنم میبینم آقا یه خط پیش رفته، من جوانی و عمر و زندگیمو دادم و شما هم عمر و جوانی و زندگیتون دادید. نه ایشون، صدها آدم دیگه وقتی ما اومدیم توی شهر اصلا اینا نبودن. شهر همایون کلو چند بوده، یه بچه جوانی بوده تو ایران کلو برداری میکرده از تو بازار و مازار و تو فرش فروش ها اینا که همه مردم ایران میده. حالا این میاد اینجا یه تلویزیون درست میکنه، تبلیغات میکنه، زوب در اینا زیادن، مثل زوب در چادر پهلوی هم، زوب در علی خامنه ای هم، هر کدوم اینا یه سری زوب در اون دارن. آمین عزیزم، درود بر تو، قربونه ابا جون، ابا جون درود بر شما، درود بر شما قبلی جون، درود بر شما. حالا مقصودم اینه که توی این سالها اون چرا که من تجربه کردم و اون چرا که شما تجربه کردید اونور دوربین فرق میکنه. من وسط این بازی بودم، وسط همه بازی ها، مافیا، جنگ، اسلحه کشی، خدان قما، قدار کشی، نمیدونم هفت مصیبت، نکافات، گلوله، مافیای ایتالیایی، مافیای مکزیکی، این اون اصلا شما اسمشم نشنیدی. ولی من این زندگی رو گذروندم از این بابته که میدونم کیا پولاشون از کجا اومد، چجوری شد، کی به کیه، اینا کیان، اینا چجوری شد، یا اینا که نون نداشتن بخورن 20 سال پیش و میلیونر شدن اینجا و اینا تغذیه گردان شدن، اینا میرن ایران و میان دلشون خوش اومد یه مدرسه من باز کردم، اون مدرسه رو درست کردن که هر وقت شما اعتراض بهشون میکنه که من در ایران مدرسه درست کردم، خود کردی کردی خاطر نکنی. ما به شما میگیم چرا با جمهوری اسلامی همکاری میکنی، ما به شما میگیم چرا حمایت جمهوری اسلامی میکنی، ما به شما میگیم چرا صدای آزادی خواهان رو میگیرین، اگه تلویزیون دارین چرا صدای همه رو میبندین، اگر من میام حرف میزنم چرا ضبط میکنین، قابای قایم میکنین، پخش نمیکنین. به خاطر اینکه من تو صف این بچه‌ای هستم که این بدبختی ها رو کشیدن، حبس و مصیبت و سختی و پولداری و بیپولی و بدی و خوبی و قالتاق و با معرفت و با شرف و اندازه ماهی سرم هم رفیق با شرف دارم، انسانهای با شرف دارم، دوستان گرامی دارم، حالا اگر نگم رفیق که واقعا نه، شاید دوستان بسیاری دارم. رفاقت برای من یه تعریفی داره، یه معنای دیگه داره. حالا باری بر تقدیر اینست که در اینجایی که وایستدم هر اون چرا که میگم همه این بچه های جامعه هنری، همه خانواده هاشون، همه از دم میدونم هر اون چه که میگم درست میگم. هر آنچه که راجع به این بچه‌ها تو رادیو میگم کار میکنه، پرویز فیروزکار، تناز فتحی، نمیدونم همین آقایون که هستن، ساسان کمالی یا بقیه آقایونی که هستن یا بقیه خانومایی که هستن، من با اون خانوما رابطه‌ای نداشتم. البته خانوم سرشار اولایی که من اومده بودم، حتی منزلشون هم چند دفعه رفتم اومدم، منتها چون ایشون یه بار نوشته بود که اسرائیل مادر منه و پدرم ایرانه، من در نشتی هم یه اعتراضی به ایشون کردم. اون روز با ایشون موضوع خودم، من موضوعی ندارم، ایشون با من موضوعی داره، که به خاطر اینه که میبینین اینا هیچ کاری برای سرنگونی جمهوری اسلامی نمیکنن. یه نفر میارن باش مصاحبه میکنن، با یکی بیتر پیش مصاحبه کردن میخواد خودشو گنده کنه، هی پخش میکنه با استاد که یک بار نمیدونم تورج فرادمند، تورج نگهبان، این به نمیدونم نمیدونم چی باید بگم. از این موضوع ما زیاد داریم، اینا ربطی به مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسلامی نداره.
برای سرنگون جمهوری اسلامی سازماندهی تشکیلات گروه نیرو حرکت‌های اجتماعی اگرچه خانم سرشار خودش تو خیلی از مسائل اجتماعی مشارکت داره و خیلی هم حمایت میکنه به خصوص حرکت‌های خانما و خیلی هم زیبات خیلی هم قشنگه ولی اینها همینجا در واقع در دایره و فنجان لس آنجلس میگذره در دایره و ظرف و دیگ بزرگ ملی ما این بار بر سر آتشش نیست که بنشیند و از حق و حقوق همه زنان در زمینمون دفاع کنه. نیرو جمع کنیم، خانما رو جمع کنیم، پول جمع کنیم، بدیم به زنان گرفتار، بدیم همون خانمایی که شما ازشون دفاع میکنی، بدیم همون خانمایی که تو زندانه دفاع کنیم از نسیست و دوتا، از همه برای سازمانهای بین المللی. شما آگاهین، انگلیسی بلدی، زبانتون خوبه، شما مترجمی، هزار تا امکان داری، هزار تا آشنا داری، از جامعه یهودی هم هستی، خب خیلی امتیازات نسبت به زنان دیگه به خصوص زنان مسلمان توی شهر بیشتره، چون موضوعات خودمون ما داریم تاریخی با هم دیگه. اما خیلی هستن به شما فکر نمیکنن، مثل من فکر میکنم همه هموطن منن، خواهر برادرای خاکی منن، من به دین هیچ کس کار ندارم، ولی یه موقع ها میشه یک چیزایی رو آدم نمیتونه ندید بگیره. چطور در ایران که بودی شما هم افتخارات این بود که روزنامه‌نگار ایران بودی، میهن مادر میهن در لس آنجلس، یا میشه بابای میهن. و خب البته آزاد ایشون این نگاه و نظر داشته باشه، نشریهش هم داره، من رو ایشون آزاده که چه این نظر داشته باشه، منم آزادم به ایشون جواب بدم. اما اگر جواب بدی برات تیم بندی درست میکنن و شروع میکنن هر جوری که بتونن، چون نمیتونن شما رو بر بتابن، اندیشت رو نمیتونن بر بتابن، پاتخی ندارن بهت بدن، یک کار اشتباه کردن پاشون رو میتونن رو اشتباه فشار میدن که نگذارن اون چی که واقعیت هست رو مردم بدونن. انقدر از این کار رو کرده، صدای من رو بستن، انقدر شکایت از من کردن تا حالا، انقدر دادگاه من رفتم، انقدر مصیبت کشیدم برتر همین این مسائلی که من میگم، همین حرفایی که میزنم، چیز اضافه‌ای هم نمیگم. میگم آقا شمایی که الان سر کارین، شمایی که همین الان در لس آنجلس پشت وسایل ارتباطی هستین، برای من ایرانی آواره سر تا سر جهان آواره، تو کردستان بدبخته، تو بلوچستان بیچاره آب و نون ندارم، تو ترکیه آواره، تو یونان سر تا سر جهان، چیکار کردیم برای ما؟ یک نفر آوردیم کردیم اسمش بهمن بوده، بنیاد نوروز. آقای بنیاد نوروز کیه؟ این به من دوست ما هست. این رفت شروع که پول جمع کردن به دهن شیرین اومد، رفت چون بنیاد نوروز رو درست کرد، پول بدیم میخوام به پناهنده ها کمک بکنم، یه سری عکس و ویدیو هم گرفتن آوردن، به یکی دو سه نفرم باهاش گفتگو کرده بودن، مثلا اگرم یک کاری تونستن کردن، بعد برای خودش، برای دو پسرش، برای فامیلش، برای همه حقوق کردیدش اداره. یه سری هم بچه‌ای که تو تلویزیون هستن، دوست عزیز من و نمیدونم، خیلی هم دوستشون دارم، ولی به دلیل نوع زندگیشون، چون میخوان جلو اون دوربینه باشن، چون این دوربینه نباشن اوتن مردن، میخوان اینجا باشن به وسیله این دوربینه با یه سری پولدار روزا پای منقل اینجا اونجا تو خونه اون تو خونه اون، این حال میده، اون محبت میکنه، دمشون هم گرم، دستشون هم درد نکنه، کاری میکنه که این آدمه هر چی میدونه نمیگه، چون منافعش به خطر میفته، اونجا بیرونش میکنن، در واقع اوت میشه میره، بعدیشون حتی میرن توی تلویزیون ها میخوابن، یک روادی کتچه رو اونجا دارن، میدارن اینجا و میان میشنن جلو دوربین، شما میگه ای آقای کی، آقای چیه، یاره بیچاره جانه اصلا خودش ناموفقه، اصلا چیزی از دنیا نمیدونه، فقط همینه که بیاد به خانم‌ها بگه آره من تو رو میارم تلویزیون معروفت میکنم، به اون یکی بگه من تو رو خواننده‌ات میکنم، آقا خودت میرفتی موفق میشدی به جای اینکه این کار رو میخوای برای مردم بکنی. خب ما لبریز از این قصه هستیم، شما اون بر نمیدونید، و یه نفرم که بهتون بگه چون دست مربی شمی اونا هستین، چون میخواین بگین حامی اونا هستین، بر علیه یه آدم مثل من میشین، به دلیل نادانیمون، به دلیل بیمعرفتیمون، به دلیل بیاخلاقیمون. اگر اون یارو سرش بذاره زمین بمیره، درش بسته بشه، درش بسته شده. اگه من ترانه بذارم زمین ببینم، صدها ترانم تو قلب میلیون ها انسان تو تمام تاریخ ادبیات زمینم زندگی میکنه، آیا فرقی که بین من و ایشون خدا و زندگی و مهر مردم این زمینه رو ایجاد کرده؟ فرقش وقتی تو نمیفهمی مشکل توه، نمیفهمی و نمیفهمی هم که نمیفهمی،
دلت خوشه چرو دور بینی این میگی با اون حرف بزنی با این حرف بزنی انا قد شد تمام از که تو به شما کار نداره کی این شما کی روی چندی گنده گنده تو تجربه نشون داد دیگه زیای اروجی هروی که چون زیای اروجی هروی یا میشه زدا ریای آتابا آقای آتابا ای بابا آقا فرمان آتابای بند خدا تو دفتر جعبون چیه با این آقا اون آقای آتابای جایگاه خودشو داره و مریم جون درود بر شما درود بر سهرا جون درود بر شما شهدا جونم درود بر شما عزیزم این است که توی جامعه همه چی قاطی شده در شرایط کنونی همه وایستدن رضا پهلوی جاوید خب رضا پهلوی که چی کار بکنه آقا عمرشو نگاه کنی دنیا نمیتونه نو جمهوری اسلامی رو سرنگون بکنه جز مردم همه این دنیا جمع بشن مردم چون به کشورشون حمله میشه دفاع میکنن به خونه مرچه هم که حمله میکنن همه میرن از سرش جمهوری اسلامی از این وقتا ترفی میبنده و میمونه نیازمند اندیشه های ظریف اندیشه های دور اندیشانه سیاسی عملی مدنی است این تفکر میخواد برنامه میخواد برنامه ریزی میخواد پیشنهادات گوناگون لازم داره انسان‌های گوناگونی هستند در این جهان قدرتمندن از جهت تفکری ولی من و شما فرید جون درود بر شما من و شما از همه جا بیخبر یکی تکیه چیزی میگه میریم بوش میکنیم آقا اینجا 500 تا آدم من میشستم خودشون روانی موانی هم به جهان خدای ایران از زندگی خودشون بیزار بودن از زندگیشون جدا شدن 7 تا 5 تا 4 تا 3 تا شوهر کردن 7 8 تا رابطه زن و مردی داشتن بعد اون اینا شدن روانشناس خانواده چی میگم ای بابا اونی که تو میگی در عمل خودت نیست اونی که تو میگی از کتاب خوندی محفوظاتی داری 2 تا 3 تا هم بغل دستت وام میتونی یه ناپروفیت درست میکنی یه پولی در میاری زندگی تو میکنی ولی میلیون ها آدم رو ویران میکنی با احساسات کار ندارین با منطق کار دارین یعنی انسان رو تهی میکنید از انسانیت از احساسات از خاطرات از یادگاری ها میذارید در مقابل یه منطق چیزی که پیش از شما میلیون ها انسان دیگه به اونجا رسیده بودن با کت خداوندشی با بزرگتری با سر یک جا نشوندن گفتگو کردن مسائل رو حل کردن ولی شما با یه برنامه رادیویی سرنوشت یه آدم با یک کلام حرف آدم ملقلق رو این ور و اون ور میکنی خب نمیدونه دیگه چیکارت میشه کرد اری جان درود بر شما قربونت برم مرسی ازت همه شما عزیزای گلم خب ما در این اوضاع در این وسط لس آنجلس یه رادیوی سیستمی داریم در 20 تا تلویزیون جمهوری اسلامی هم اونجاست ولی جمهوری اسلامی اینجاست یعنی شما هر کاری بکنی هر نیروی داری هر چی فکر میکنی سازمان داری تشکیلات داری اینا تلویزیوناشون به اسم مخالف با اونا میان تو صف شما وای میسن شما رو میبرن اون جلو شما رو تخلیه اطلاعاتی میکنن اطلاعاتی های ایران میبینن نگاهتون میکنن میبینن آقا اینا دوزرم نمیارزن یه سری حرف میزنن اینا به درد میخورن به درد نمیخورن میان میبینن اونا اینجوری هن به درد نمیخورن و وقت اینجوری میشه که 40 سال میگذره هیچ کاری نمیتونیم بکنیم تا میای حرف بزنی ساعت آقا اینی الان اینجوری داری میشه الان هیچ جوری نمیشه بعدن هم هیچ جوری نمیشه اینا هیچ کدوم قابل این حرفو نیستن بازی در یه جای دیگه و بازی در جای دیگه داره انجام میشه ما از دور نشستیم با هم دیگه داریم جنگ و دعوا میکنیم بر سر بازی که یک جای دیگه است چون دانشش رو نداریم چون آگاهیش رو نداریم یه سری آدم با شرفن که دارند به دلیل محافظه‌کاریشون اون چیزی که باید بگویند رو نمیگویند مهدی جون دو بر تو برمید برم لطفه داشتم حالا ما اینجا بایستدیم چیکار کنیم یه رادیوی به 4 ساعته سلطنت طلب ساسان این اون اینا نتونستن حتی شادر رو دفعه بیارن بگن آقا الان که مردم گشنن الان که مردم اوار لا کرونا پدر مردم رو در آورده واقعا همشون همینه اوباما و ترامپ و همشون یکی هست همشون دنبال منافع خودشون هست پدر مردم ایران در آوردن خب حالا در شرایط کنونی کرونا
کرونا اسمه، یه آبجویست اینجا خیلی هم معروفه تو تمام کافه ها مافه ها کرونا. حالا این کرونا بیچاره بدنامش کردن، ولی بیشتر گذشته مثل که داره فروش میکنه. آرش جون درود به تو. آرش شاه تموری، رادیو همصدا دات کام و سایت چه خبر از ایران، آخرین خبرها رو برین گوش کنین. دیروز هم آرش جون به من یه چیزی یاد داده و امید کجایی؟ امید جان حالت کجایی؟ خوبی؟ این امید رفیق روزگار من، نوجوانی من، امید امیدوار. یه موقع امید اینجا بود نرفته بود، کودتای چیزی نکرده بود، دینی نکرده بود. من و امید جان و بچه های واشنگتن، این داور یه موقع ویدشتارا با امید بود، داورم با این بچه ها بود، این بچه ها رو این ورانور می برد، بعد با ماشینش، بعد خودش اومد شد خودش رفت تلویزیون باز کرد شد تلویزیون داور. امید اومد یه مدتی اومد اینجا، اون موقع من با سعید مقدم، امید یه مدتی لس آنجلس بود، ما همیشه اکترم با امید بودم میدیدمش، با سعید مقدم قرار بود اینو شریک بشن یه تلویزیون را بندازن که من بگردونم، و امیدم کار فنی اینو خیلی بلده. این ترانه شربت خانم شیرین جان و سیمین جان و امید امیدوار درست کرده و من همیشه ازش ممنونم، چون وقتی سیمین رو اینو رفتم لو دادن، امید تو کار بود دیگه، رفیق من بود، همه چی هم میدونه، گفت اوکی من میرم رفت واشنگتن و برداشت یک تری عکس از جاهای دیگه، تصاویر دیگه رو درست کرد، یک کلیپ درست کرد که این ترانه نمیره، و چون میدونست که اینا عمدن کردن و موقتی میدون جنگی هستیم، خیلی لط کرد و این کار به یادگار گذاشت بمونه و ازش ممنونم. حالا امید رفت اونجا تلویزیون دار شد و امید جونه بذار ببینم چه میگی جوان قدیم. I love you. Thank you. Thank you. جگرم. شما همتون به اندازه خودتون مبارزه کردین. شما همتون به اندازه خودتون تلاشتون کردین. منتها هر کس یه جور مبارزه کرده. ما باید اینو بفهمیم. باید اینو درک کنیم. ملت ایران مسلمونه. بخوای نخوای مسلمونه. هر کاری بکنی مسلمونه. عوضش نمیشه کرد. چون فرهنگ ممالک، تاریخ کشورها بر اساس جغرافیاشون ساخته میشه. تاریخ زندگی اجتماعی ما بر اساس اون جغرافی های امام داده، مسجد، بارگاه، نمیدونم امام کیک، امام چیک، این قصد و داستانه حوزه علمیه و حوزه تعفن و خرافات و جهل و اینا هم هست. اما اینه که کلن فوش به قرآن و به پیر و به پیغمبر میشه داد، ولی تغییر نمی کنه. یعنی ممکنه 100 نفر برگردن، 100 میلیون نفر دیگه باز داره میرن دنبال اون، چون انسان همیشه تنهاست، انسان به دنبال یه تکیگاه یه ناجی میگرده. و این کلمات زیبا، این سخنان شیوا، این حرفای دلپذیر آدم ها رو میفریبه، آدم های ناآگاه، مردم همه که شما نیستن با استعداد و اسمارت و باهوش بشن بدونن. میلیون ها آدم نمیتونن اصلا، مردمی که تو شهر و شهرستان و ده و قصبه ما هستن چه میدونن حیوانه کیا؟ یه تلویزیون جام جم، یه تلویزیون کانال رو بندم چیه جمهوری اسلامی الان کار میکنه. اون موقع هم در زمان ما میرفتیم که بدونیم، منتها روشن فکرهای بیمعرفتی داشتیم، پرت بودن، چپ بودن، فقط چشاشون چپ بود، ولی هیچ کدومشون یه رو دیگه بیل نداده بود، همه تو ساختمانهای خوب زندگی میکردن. و همینجوری بگیریم بریم از گنده گنده حزب توده بگیریم بیام تا بقیه. و عشق زنانی که کیانوری ها زندگی میکنن با اونا، عشق شاعران بزرگی بودن که زیباترین شعرها رو در اون روزگار حضور این زنان بغلشون تو تاریخ سرزمین ما آفریده. مقصود هم به طور کلی اینه که ما تحت تاثیر اون محیطیم، اون فضاییم. نمیشه همه ایران خراب کرد که بله اسلام بده، این اسلام بده، این آخون بده، همه اینا اون چای تعفنه، اون اصلا چای خرد نیست، با خرد مردم ایران کاری نداره. اما اینه که پشت قرار مدن میدیم بیده خرافات دوری کرد تا ایران دقیقا درست آنید. از خرافات
کارها دارد خرافات است، چون خرافات تخم آفات است. خرافات ما رو بدبخت کرده، یعنی نادانی جهل بر اساس دانایی یه چیزی گذاشتن نادانی که اسمش میشه در فرهنگ ما نادانی توامان با مشتقاتش، یعنی خرافات، بدآموزی، بددرکی، بدفهمی، نشناختن جامعهمون، نشناختن فرهنگمون، نشناختن خودمون، خانواده خودمون رو میان به اسیان میرفتیم، میدنیم زیر همه چی، همون کاری که خودت امید میدونی من تو این شهر کردم، خودت هم بودی، صدها بارم به من گفتی اون که میکنی درسته، چه برای که خودت وسط این بازی بودی، دیدی این شهر چه کنه، رفتی واشنگتن، تلویزیون خودت رو انداختی و نمیدونم الان داری یا نه، امیدوارم موفق باشی برای اینکه میهنتو دوست داری، تلاشتو میکنی، زن همه چه خوبتو داری، زیر باری حرفا هم نمیری، هر کاری که فکر میکنی، منتها آنچه که کردی، این همه نیرو تو گذاشته هیچ تأثیری نداشت، فوش دادن به اینا کار نمیکنه، بیاییم نیرو درست کنیم، گروه درست کنیم، همبستگی درست کنیم، بیاییم همگی واسیم یه آدم معتبر از بین خودمون بکشیم بیرون مثل رضا پهلوی، کارهای اجتماعی بکنیم. ما که نمیتونیم الان دین رو عوض کنیم، ما که نمیتونیم حکومت رو عوض کنیم، همه دنیا هم دارن میزنن نمیتونن عوض کنن. چرا نمیتونن عوض کنن؟ برای اینکه اونا دستشون رو گذاشتن رو همون نادانیه و خرافاته که من و تو باهاش میجنگیم. مردم از زیر بار اینا نجات بدیم، این خودش میشه مبارزه و میشه سرنگونی جمهوری اسلامی. مردم رو آگاه کنیم، متعلق به اصطلاح دانش، خرد، شجاعت، شهامت، ایثار، مردانگی، مروت، انسانیت. اون موقع میبینیم که در آینده این بدترسازی که ما الان میکنیم تأثیراتش رو در آینده مردم سرزمینمون میبینن اگر عمومیت پیدا بکنه. اوکی، www.voi24.com. امید تلویزیونشو داره، امید امیدوار به تلویزیونشو نگاه کنید. اون موقعی که سالهای قبل اصلا یه بچه ها هیچ کدوم نبوده، اینه که اینو شما میبینی همه جلو دوربین هم حتی من خودم باشون گفته بود میکنم تو رضای ضروری، چون این رضا مامانشو خیلی دوست داره، مامان خانوشم مامان واقعا با بچه هاش رفاقت میکنه، نه توبیخ و تنبیه. محصولش من دوست دارم، همین مادری که بچه هاشون دوست دارم، بچه هایی هم که مامانشون دوست دارم. من یاد خودم میافتم که من بچه مادرم بودم، فرزند مادرم بودم، بچه ننه نبودم، بچه مادرم بودم. هر کاری میکردم میبودی همه میرفتن یقه مادرم میگرفتن، با هم که نبود تو میرم شب میمد باش کتی کار نداشت. حالا بحثم برتر اینه، اشاره که همه تون بچه ها موفق باشین، همه تون سرفراز باشین و بیاییم یک نهضتی رو بپا کنیم، نهضت خودآگاهی، خود بیداری و نترسیدن، نترسید. ولی راست بگیم، نه دروغ الکی اینجا بشینیم بگیم فلان فلان اونجا شنیدی کیک. ما اون چرا که میگیم، یعنی به خصوص من به دلیل نوع زندگی که با اینا دارم، اون چیزایی که به زیان مردم هست که منم یکم مردم هستم، در اونجا من روباروی اینا و الا رفیقا و هم دوستا و هم خیلی هاشون هم خیلی دوست دارم، خیلی هاشون هم میبینم، خیلی هاشون اصلا دوست ندارم، اصلا آشنام به محمدتون شرمومی با یه آشنا چه دوستی با من داره. روز اولی که اومد تو این شهر، از اون اول که اومد کره برداری کرد، امیر شجره 20 دفعه آژانو بود از تلویزیون پارت بیرونش کرد، بعد اومد به امیر شجره پیشنهاد کرد 500,000 دلار بدم، ما 100,000 دلار هم بهت میدم کار سیاسی این تلویزیون به من بده. بس که اینجا کاخ سفید بوده. چرا؟ برای اینکه خب میتونستن یه سری روشنفکر بیارن شما رو بشونن سر کار و آموزش اونجوری بهتون بدن که میبینین که الان دارن میکنن و تا الان موفق شدن سالهای ساله. خب از اون اولی که من با ناصر رنجبین زندگی میکرد توی اتاق ناصر رنجبین، تاکشو گذاشته بود تو خیابان زهردار، بیرونش کرده بود، اومد رفت نخ بدری، بدری رو فریب داد، شوهرش مرده بود، اونم تنها بود، احساساتی، برده چجوری مخه اینا رو بگیره دیگه، انقدر حقیر میشه، انقدر این خانم هم که دوست دارن دروغ بشنون، به خصوص اونایی که نوجوان هم درس خوندن، اینا میان ازدواج میکنن میرن، بعد یارو مثلا دکتره، مهندس، فلان، دوباره درسشه، به عشق نمیرسه، به اینا نمیرسه، اینا خالی هم. یه آدمی که میرسه دروغ مروغ بهشون میگه این برق، فکر میکنن یارو راست میگه. این اومد رو مثلا بعدی احمد یارو 40,000 رو پول بیمه شوهرش و بابای محمد و علی بچه هاش رو
ازش گرفت گفت بیا مجله را بدیم خورده چرا داره اینو خورد دعوا جنگ قصه داستان رفت فامیلشون رو یه روشنک زیبایی بود خوشگل مامانی الان بچه دار شده دو گلو ایشالله خوشبخت بشه این دختر نازنین قربانی اوورد اینو گذاشت تو خوشرویی کار میکرد گره خونه بیناموتون میداد بعد ربی خانم هم تو اورنج کانتی به این تلویزیون دیگه مخش گره بزن دیگه جدا شد چه خانواده محترمه چقدر نازنینه این همسرش خانوادهش خودش به هر جهت تحت تاثیر اینه دیگه زنشه مجبوره از اون دفاع کنه ولی یه دقیقه بشین خودش با وجدانش نگاه کنه وقت میبینه این چگونه با سرنوشت یه ملت بازی کرده چون این زنش بیشتر از بقیه هم نزدیک میبینه موضوع رو حتی اگر بخواد پنهان هم بکنه به هر جهت یه جا بغل یه آدم اثبات دستش رو میشه اومد که دو تا آدم اومده بودن یه تلویزیون رو انداختن باروی طاهری رو مدیرش کرده بودن علی پورتاش علی فخرالدین علی پورتاش گفتن علی جان درود بر تو به خودت خانمت و همه خانواده ماما خانم همسرت بچه محله عزیزم علی جونم و همه تو این یکی علی خودمون علی فخرالدین تو اون تلویزیون بود با منم یکی دوتا مصاحبه کرده مصاحبه همون موقع تو همون تلویزیون که مال مردم بود هفته داده رو پول مردم این سیاه کرده بود این دوتا از اینجا در رفتن اصلا همه پولا رو زیر رو کرد اومد خلاصه به هر تقدیقی بود فرش فروشی داداش احمدنژاد داوود اومد اینجا فرش ایران رو انداخت آقا تکون خوردین آقا صاحب تلویزیون شده با مای 100 هزار دلار 150 هزار دلار 70 80 هزار دلار رب 50 هزار دلار رب 40 هزار دلار رب این جلوید اومد این موضوع جلوید گذاشته بودم برای یه فاکتوری برای یک موقعی که خیلی باید هممون بدونیم این جلوید اولش میمد پول میداد امیدوارم میدونه به همه این برای بچه هایی که تو تلویزیون بدن میدونه اینها میمدن ماهیانه پول میدادن که شما تبلیغ کنی برای شما 1500 دلار که جلویز اومده این باست با شما این کارو میکنه بخرید تو خونه هاتو خب اینا تلویزیون رو شروع کردن تبلیغ کردن اینا این جلویز قراردادش با سپاه پاسداران ایرانه چون وزارت پست و تلگراف از اینجا اونجا باید کانکت بشه انشاءاتش بره تو خونه مردم دیگه درسته؟ ایشون میره اونجا قرارداد میبنده با وزارت اطلاعات و سپاه قدس در ارتباط این اونا هرچی فیلمه، هرچی سینماست، هرچی دوبله است، هرچی ترجمه است، هرچی در گذشته است، هرچی بوده و نبوده دادن این آقا اینا اومدن بهترین راه کنترل اینجا بود هر کس که می اومد حالا دیگه مبارزه بکنه جلویز قاطیش میکرد خیلی جالبه جلویز در امریکا برید روی یوتیوب بزنید مسعود امینی تیوی تلویزیون مرکزی رو نگاه کنید دورانی که من اومدم اینا رو افشا کردم ممرزا مطی عرضا نوریزاده قضیه عرضا میبودی قریزه قضیه شجره با اون سیاوش عوستا که براش دکترا گرفته بود امیر حسین جهانشاهی مرداد خانساری محسن مخملباف محسن سازگارا این تیمی که دولت موقت درست کرده بودن با یه سردار از ایران آره نگین طرح وزارت اطلاعات اینا اومده بودن همه تونو گوشن سر کار سالها خب ما اومدیم اینا رو افشا کردیم آرش شاتموری هم خدا رو شکر اون موقع رادیوشو داشت من تو اروپا که بودم مونده بودم دقیق میخواستم تر من رو زیر آب کنن خدا نمیخواد خلاصه آرش با آرش یه تری گفتگو کردم بعد اردشیر بهرامیان پیدا شد بعد رفتیم اینا رو به نوریزاده گفتیم نوریزاده ما رو با تخلیه اطلاعاتی کرد با اطلاعاتی ایران به جای MI6 انگلیس اینو حمید ذاکری قاتل جنایتکاری که به جرم پنجمی نمیدونم چندمی قتلش در گرجستان در تاجیکستان مثل این که آره در تاجیکستان یا گرجستان نمیدونم یکی از اینا به 16 سال زندان دادم اونجایی که شهناز تهرانی عزیزم اونجا یادم رفت گرجستان یا تاجیکستان بعد تقدیر جاتش به زبان شیرین پارسی ایرانی فارسی دری دیبای خوشگل زبانی که ما میفهمیم فرهنگی که ما میفهمیم بیشتر از ما فرهنگ ما رو اینا دوست دارن درود به شرف اون رئیس جمهور گلش مسعود جان شاعر دوست عزیز من مسعود به اونا خیلی رفیقه میره و میاد و کلیپاش هم میبینم چرا خوشحال میشم دمت گرم مسعود سپنده عزیزم ایشالله هر کاری میتونی با اونا بکنی و بیاری اینا رو توی فرهنگ خودمون و تشویق بکنیم بچه ها رو که بدونن
گذشته اونو بدونیم. باری به هر تقدیر ما در یک چنین وضعیتی هستیم. حالا آقای اومده تو تلویزیون شده و این جلویزه هر کس میاد با اینا بجنگه تداشت قطع میکنه. فکر کرده بود خب من با سعید مقدم رو ستلایت بودیم دیگه، رو ستلایت بودیم و جلویز، این جلویزی که میومد پول میداد به سعید مقدم براش تبلیغ بکنه، حالا این تلویزیونا هر کی بیاد بخواد اینا رو افشا بکنه جلوید میگن قطعش میکنه، یعنی میشه بدون بلنگو. یک کسی مثل منو همین کارو با هم کردن دیگه، همه میدونن، همشون تو تلویزیونا میدونن، همه مردم ایران میدونن. خب ولی خدای لطفی کرده بود که من نرفتم بشینم تو خونه، ولی پای بشون ازدواجی که بعدم بخونم. متوجه نشدید چی؟ از کی داری اعتباد میکنید؟ لطفا اسم شهر تو بابا چهار تا دفعه گفتم پای بچه چطور نگفتم؟ شهرام همایون داشتم میگفتم که این امیره یا این یاره شده شهرام همایون، این قالتاقه از ایران و اینا، ما مردمیم دیگه، اینا تو جاله میشستن پشت دبیرستان سینا، دبیرستان ما میشستن پشت بمب بنزین. حالا میگه خودش میگه، من که تو نمیدونستم مثلا این کیه، تو قاضی جو ترجمه نبوده، اومد اینجا با شیادی و کردشی از ایران میلیون ها فرش حمید درفشان صاحب هتل میامی اصلی که اجاره داده بود به آقای قربانی ها، مال اونو برمی‌داره میاد اینجا. اینجا هم که اومد با ناصر رنجبین توی اتاق و بعد بیرونش کرد و بعد نمیدونم اینو روشنک عزیزم و روشنک گذاشت خوشی، این دختر با شرف کار میکرد، آخرش بیرونش کرد روشنک، یعنی روشنک گذاشت در رفت خدایی و یکی آشنا شد رفت، رفت ازدواج کرد، الانم دو تا بچه داره خدا رو شد. اومد یه نازنین دیگه یه خانواده محترم رو گیر آورده که این دختر نمیدونم خانم دکتر یا هر چیزی، این دخترم برد زیر سوال ملی، هر چه قدم خوب باشه، هر چه قدم شریف باشه، اونچه که این کرده پای ایشون هم نوشته میشه، در حالی که خانواده بسیار بسیار با شرفی داره. و مرسی جان، درود بر شما، مرسی ازتون. پریوش جونم، حکیم جونم، آرش عزیز شاتموری، ببینید اینا که من میگم، من از روی آشنایی و حضور خودم و مشارکت خودم در این امور میگم. من اینا رو همه رو قبلا صد برابر با سند مستند روی یوتیوب بذارید، مسعود امینی تی وی، تلویزیون مرکزی که بودم رو نگاه کنید. جیلوی برداشت نوشت به دلیل عدم رعایت حقوق بشر صدای من رو قطع کردن. موینیان منم، مسعودم که میگفتی اون رفیقی، ولی خب منافعت دیگه، منافعت. سعید مقدم هم دید این بی‌معرفتی کرد، رفت سرچ کرد، 70,000 دلار کلاهبرداری کرده بود، یک کیسی باخته تو کانادا که گندش در اومده. خلاصه اینا همه مرتبط هستن یک جوری با سپاه قدس و وزارت اطلاعات و وزارت ارشاد و هنرمندانشون، وسایل ارتباطیشون، تلویزیوناشون، نمیدونم باکساشون. شما اینا رو میدونید؟ نمیدونید که تمیشون نمیگه برای چی بگه صداشو اینا قطع کنن، خران مگه بکنن؟ نه، من خودم یه لطفه دیگه کرده، هیچ کی نمیتونه جلو صدا منو بگیره، صدای من صدای مردمه. الگوی شعر شاعر امروز مردمن، الگوی شعر امروز من مردم سرزمینم، دردشون، فخرشون، آزادیشون، فلاکتشون، خوشبختیشون، رفاهشون، دموکراسیشون، کشورشون، امنیتشون، استقلالشون، همه قلب من بستگی داره، براش تلاش میکنم. نفهمیدم یه روزی، نفهمیدم بعد خیلی زودتر اینا رو فریاد میدادم مردم بدونن انقدر ضرر زیان نبینیم. اما چه باید کرد؟ به دلیل جوی که بود و جوی که حد این شکلی بود. حال من مترصد این هستم که این صدا رو رساتر بکنم و گفتم برای اینکه بتونیم گفتگو بکنیم با هم دیگه هر روز، که من بتونم وسعت عمل داشته باشم با آدمایی که حرفی برای گفتن دارن سر تو سر جهان گفتگو بکنم. آرش شاتموری به دلیل صفحه جدیدی که فیسبوک اضافه کرده و داده، یکیش کلاسیکه، یکیش در واقع به روزه، من اشتباه گویه کردم یا نمیدونم یا بلد نیستم، در جهت هر چی هست من بلد نیستم که این کارو بکنم. امروز فردا بچه‌ها میان درستش میکنن و این کارم انجام میشه، میتونم با همتون صحبت بکنم و همه جون درود بر شما عزیزم. بتونیم
روزن گشایی کنیم، بتونیم اونی که پشتش هست رو بدون ترس، بدون وحشت. من دیگه حرفو نمیترسم، این تهدید مهدی غلط زیادی میکنه، بیام بکنه هر کاری میخوام بکنه بکنه. در راهش آزادی مردم از سر زمینم کشته میشن، چه افتخاری بالاتر از این؟ من اصلا راجبش حرف نمیزنم. اگه مردم بودن تا حالا 600 دفعه دم FBI افتاده بودم، پلیس چادر زده بودم، وایستاده بودم با این حرفای اینا. من رو اینترن عشق به سرزمینم هستم، من رو اینترن مهر مردم هم، رو اینترن خدای ایران زمینم. چقدر تارو زدین برای من، چقدر من شکایت کردین، چقدر پاپوش درست کردین، چقدر رفتین موضوعات گذاشتین رو پرونده من. من رفتم از توی برای من پاپوش درست کردین، رفتم زندان از روی اصاب بیگان گوشم رو همترین ماشینتون این آوردی گوشی رو میده جاد شده اتمتت مرده تهدید به قطره. خب وقتی یه نفر واسش پاپوش درست میکنین میره تو زندان، برای شما چی میگه؟ همین که من گفتم. بعد اینا میاد میشه مدیده بر علت. خب یارو جاج میگه این کیه، این چیه؟ وقتی اینا رو میخونه چه میدونه من کیم، چه میدونه من چیه؟ نمیدونه یه برگ درخت میفته من تپ میکنم، نمیدونه بال یه گنجش یه پرادش میفته. همینجوری روزها و لحظات به این فکر میکنم که میفته یک بالی، بال دیگه در میاد، پرواز تازه ای بر سر راهه، پرندگان تازه ای خواهند آورد. قفس که توش پرنده نیست، قفس نیست. وقتی که توش صدای تاپ تاپ در نفس نیست، قفس که توش پرنده نیست نباشه، خراب بشه، میخواد چیکار که باشه یا نباشه. اسم قفس میاد دلم میگیره، خدا نجاتش بده. هر جا هر کی که اسیره، قفس قشنگه ولی وقتی خالی خوب چوریه. وقتی که توش هوای بیخیالی است، قفس یعنی تجلیگاه آزادی، قفس یعنی رهایی. هر چه هر جا هست زیبایی، قفس یعنی هوای بی نفس بی کس، قفس یعنی غریبی بی کسی بی همزبونی، تحمل کردن نامهربونی یعنی قفس. باری ما در قفسی زندگی کردیم عمری به اسم پنهانکاری، لا پوشانی کردن، لای فرش گذاشتن. آقا اینو نگو آبرو میره، اونو نگو خانواده منه، اونو نگو بسر داییمه، اونو نگو آخ چیکار میخوای بکنی، اینو الان بگی دیگه میخوای چجوری تو این شهر زندگی کنی، آقا اینو بگی الان از اونجا بیرونت میکنن، آقا اگه اینا مارا بدبخت کرد. پنهانکاری، دروغ، فریب، خودفریبی، سرگرمی، برای خودمون دکون درست کردیم. اسمشو گذاشتیم آبرو. این آب زیرم نیست، چه برسه آبرو. آبرو وقتی که تو غرور داری، انسانی پای احقاق حق به ملت و میسی، اونو بهش میگن آبرو، اونو بهش میگن شرف، اونو بهش میگن انسانیت، زنانگی، مردانگی، جوانگی، کهنسالگی، اینو بهش میگن عشق به خداوند هستی. در مقابل هم دیکتاتوری سکوت نکن، چه فرق میکنه؟ این دلقه که شهر همایانه، اون دلقه که شجره است، اون یکی دلقه که پایین داد جا انداده وزارت اعتراض عرضه امیر قاسمی و حمید چرخی، آخه چه فرق میکنن اینا؟ سرنوشت ملت رو بازی گرفتن، یه مش کشنه و تشنه و اوریوت و بریوت و لخت و پاپاتی اینجا میلیونر شدن برای خودشون. اون میاد طرف منو بگیره، طرف شما رو بگیره، طرف آزادی شما رو بگیره. آیا چنین کاری میکنه؟ فکر میکنی؟ آیا فکر میکنی مشکل شما؟ بقیه هم که به دلیل تامین منافع خودشون نمیگن. یارو میخواد بره تو اون تلفن تلویزیون ننش ببینه، باباش ببینه، آبجیش ببینه، دختر خالش ببینه. حتی در این موارد، حتی اونایی که و تو شورای ملی مقاومت با این بچه های مجاهدین کار میکنن، طرفدار اونا رو من میبینم روی سایتش. بعد میبینم تو تلویزیون همین چپ که داره میرخته، اونجا میری چی کار؟ آخه خواهرم اینه میخواسته من ایران ببینن. اینا اعتقاد نیست، ایمان نیست. اگر تو مجاهدی، اگر تو حامی شورای ملی مقاومتی، باید زندگی تو وقف رساتر کردن اون صدا، پالایش کردن اون اندیشه. اشتباهاتی که در گذشته کردن رو نپوشونی، بگی خوب کاری کردم. آره هر جد این هر کی حرف بزنه با ما نیست، بمیدهم از این چیزا. اینا ادوی بیماری روحی و روانیه، باید روتن گشایی کرد، باید اون رو باز بکنیم. اشتباه کردیم، خطا کردیم، کارهایی که به میهنمون ربط داره مردم نمیبخشن،
بهش میگن خیانت. شما چه هر چی میخوای بدید، بدون دفاع مقدس، بدون هر چی، یه عقلی، یه شعوری، یه دانشی، یه تفکری، یه آرمانی پشت یه حرکت خوابیده. آخه چه جوری فکر میکنه از عراق میتونی بیای به کشور ایران تو چه انقلاب کنی، جمهوری اسلامی سرنگون میکنی؟ این پوست هندوانه کی زیر پای این تفکر گذاشته؟ میشه خیانت، میشه کشتار مردم، میشه قطره همه بچه های سرزمین ما. یه تری باشرف، یه تری نازنین اومدن با جمهوری اسلامی به جنگن، یکی دیگه مخشون رو کار گرفته، یه تشکیلاتی. این تشکیلات اسمش سلطنت، سلطنت طلبه، اسمش مجاهد، مجاهد طلبه، اسمش توده‌ای، توده‌ای طلبه. هر کدوم از اینا تأثیرات عظمای خودشونو دارن در مسائل اجتماعی ما. بله امید جون، درسته، حقیقت اینه، حقیقت تلخه، شنیدن حقیقت تلخه، برای مردم این شهر حقیقت تلخه. امید، به جان خودت، به هم ایرانی که دوست داری، به خاک مقدس مادر و پدرم قسم، تو همین خونه های شب و همین دوروری های ما، خونه های چند میلیونی، سرنوشت این ملت و این شهر رو اینا با هم دیگه پول به اینا میدن، تعیین میکنن، حالا بیام از این حمایت کنیم، حالا بیام از اون حمایت کنیم. یه سری هم هستن وامونده، درمونده، شاگرد پادوی توی این رادیو، توی اون تلویزیون، باید اینقدر دستورم بشن این دستشون بگیرن که بتونن برن اونجا، از دم در که میرن دله بشن، راست بشن، میگن وای چه آدم خوبی. نه آقا، همه میدونن با تو مردم و چابلوسی ذاتتون و قلبتون رو میشناسن. یه سری روابط دارن، اونی که میبینن با جمهوری اسلامی طرف داره میکشن کنار. هر کی با جمهوری اسلامی طرف هست در این شهر میکشن اینا کنار. انواع و اقسام سازمان ها، گروه ها، آدم ها، رادیو ها، تلویزیون ها. آیا شما دیدین؟ ببین من آدم نیستم کسی بتونه من این کار بکنه، خدای ببخشید این حرف هم بزنم دیگه، نظرم دارم، ولی به راحتی چون از دبان من، از تفکر من، از اندیشه من، از باور من میترسن که بهش بگم تو مزدوری، مردک اینجا پشت میکروفون نشستی، تو مزدوری، تو راجع به ایران من حرف نمیزنی، یه خبر میخونی برای کرونا گفتن دولت ایرانم اینو گفته. امین اه مردم گشنه تو خیابون، تو زندان، دخترها، پسرها، خانواده ها، در به در، تو گورستان ها، تو قبرستان ها جا نمیدن بخوابن. بابا رحم داشته باش، شرف داشته باش، فکر کن یه دقیقه بچه خودته، فکر کن مادرته، فکر کن پدرته. تو چشمتو روی اونا میبندی و یه آدمی هم مثل من که بهت میگه تازه صداشو میبندی که بقیه نشنون که تو چرا بی وجدانی قلابی هستی. دختر از صبح تشم دنبال اینه که هیکلش چجوری بشه، سینه هاش مثل هندونه بشه، چشش مثل شغال بشه، لبش مثل تاغار بشه، تو این دکتر، تو اون دکتر، چرا این دوربین، چرا اون دوربین، عکس اندام منو ببینی. خب برین یه کار دیگه بکنین، چیکار دارین میکنین؟ وسایل ارتباطی دو تا خبر رو هر اینترنتی بزنی 6000 تا خبر برو رو سایت گویا بزنی، صدها سامانه هست، هر چی دلتون میخواد بخونی از همین تفکرات. میرن میگردن یه سری خبر چه میدونم بخوره بچه مردم هم بمتونی بی خودی اینا رو میرن تو رادیو میخونن، سرگرمی درست کردن، آهنگ بذاری همه آهنگای جمهوری اسلامی رو پخش کنن. آخ یادی از قدیم بکنیم، دو تا آهنگ گذاشته. آقا این شو هنرمندایی که تاریخ موسیقی ایران رو ساختن اینجان، چرا خفه شدین؟ چرا اونایی که حرف دارن باهاشون حرف نمیزنین؟ اون وقت مدیران رادیو تلویزیونای اینجا اونایی هستن که مثلا در چادر انتخابات مثلا خاتمی یا روحانی این آقای دستور ابریشمی اونجا بوده برای انتخابات مثلا روحانی، حالا این آقای اومده بیرون، اومده تو لس آنجلس رفته شده مدیر رادیو، این آقای اومده رفته شده مجری تلویزیون فرانجا، اینا آخه چجوری، با چه روابطی، با چه طابقی، با چه کارنامه ای، با چه شناختی، مایی که کارمون اینا رو نمیشناختی یهویی اینجا متولد شدن، ثبت شدن. وقتی بهش میگه آقا تو که اومدی اینجا آواری در بداری، پسر جان، آقا جان، داداش من، بعد آدم مجبور میکنه به تو میگه مرتی که آقا تو اومدی ذوق دختر بودی و چهار جا بری مهمونی، قبل از تو اینا رو گذروندن، موهاشون سفید شده، دارن میجنگن، تو نمیتونی بیای همه رو خفه کنی چون الان اومدی میخوای برای خودت روابط خودت رو تو شهر درست کنی. نمیشه، نمیذارن مردم، آدم های مثل من بسیارن، متابلنگوی گفتن ندارن. حالا به امید خدا به زودی که
خدا رو شکر که امیدم امروز بعد از مدت آمدم چقدر دو سه چهار سه چهار سال امیدم دیدم امید این کار رو خیلی برده ازش حمایت بگیرم که بتونم این کار رو بکنم و بتونم لایو با آدم های مختلف سر تو سر دنیا اونه که حرفی برای گفتن دارن اونه که نمی ترسن. این امید یکی از چیزایی که در واقع درش برجسته است همینه که اینا هم همه چیزا رو میگه منتها اونجایی که دیگه فوش و قرآن و آتیش زدن و اینا مردم از آدم بری میکنه نمیتونی باور مردم رو عوض کنی مردم رو میتونی به روز بکنی بگی اون باور غلطه این درسته ایرانه درسته خدا درسته عشق درسته سازندگی درسته پولتو نده به آخونده متعفن پولتو نده تو اون چاهه خمس زکات کدوم مسخره بازی خمس زکات اونو بده یه ایرانی گشنه رو تیر کن یه خانواده بی بضاعت رو ازش حمایت کن اون رو کمک کن به بچه های دیگه ای که کیف و کفش و کتاب ندارن اونایی که عید نوروزه نه شام دارن نه نهار تا نصف تنشون تو آب هنو تو بلوچستان و تو سیستان و تو شهرهای گوناگون گفتم اون پری روزا آقای ناصر آقای نمنباد یکی قهرمانان پست جوان اصفهانی تو ایران محبت داره من با ایشون صحبت میکنم برای من نوشت که من تو جان رفتیم با چند تا پهلوانا به مردم کمک کنیم تو شهرهای شهرستانهایی اصلا باورمون نمیشد اینجا تو کشور ما باشه انقدر ویرانه انقدر مردم بدبخت نه شام دارن نه نهار دارن نه آب دارن نه غذا دارن همه چی ویرانه آیا شرف داری تو تلویزیون داره دلغت که کنداشه کلاور داره قالتا عکس 50 تومانی تو علم و رشی ها دیده بودی بریختی به قول جاهران ننه دیگه ما چه تاره نکرده بود حالا ست تازن خوشکه آی آقای فرانی آی آقای فرانی ما بیام داریم تلویزیون ما اینجوری کنیم ما اینجوری کنیم اونو بیستریم از تو زنان شجاع سرزمین من تو زندانان زنان دلاور سرزمین من دل میتوزنن برای دیگران زنان دلاور و شجاع سرزمین من زحمت میکشن با خون عرق جبینشون دختران شاهنامه در ایران در سر تا سر جهان با عرق خون لاغر رنجبرانمون سرزمین دوباره ایران ساخته خواهد شد دوباره ایران به پا خواهد خواهد دوباره ما برمیخیزیم وطن عزیزم همه چیزم عزیزم سلام کشته میشم تا بمونی بدترم چقدر دوست دارم این حال و همین حالی که من هستم همین که پرچم عشقت برنده رو سر دستم وطن چونم من از ریشه تا کندن دوباره سبز رو دیدم دوباره سر بلند کردم خدا رو پیش روم دیدم شما رو پیش روم دیدم وطن جونم تا قبل نمای تو دستم جز خاک تو را نمی پرستم بوی خوش عشق داره حالم از در به دری گذشته کارم وطنم ایرانم گر تو شادی شادم من ز شیرینی تو فرهادم عید آن روز مبارک بادم که تو آبادی و من آزادم وطن جونم امید جونم مرسی دیدم از خوشحال شدم شهزاد جونم شما همه شما جیگرام درویش جان عزیزم رنجبر و همه شما و همه رنجبران سرزمینمون فرشته گل عزیز ادمین اپلیکیشن وطن جونم من طرفدار مسعود امینی یوتیوب و یکی از فیسبوک ها میثم حسنی در یونان اینستاگرام و تلگرام مجید و گروهش ده ها دختر شجاع میهن پرست در سرزمینمون در سر تا سر جهان صدها پسر با شرف اسمارت با استعداد که هر کاری تونستن برای رسا کردن صدای خودشون که من وسیله انتشار صداشون هستم کردن و من همتون رو میبوتم اجازه بدیدتون مرخص بشیم تا روز دیگه اگه زنده بودیم روزگار دیگه و امیدوارم تو هم یکی دو روز من یاد بگیرم همه اینا رو که بتونم دیگه گفتگو بکنیم اونچه که از جای دیگه نمیشنوین راستشو هست رو من خود آدم ها رو میارم رو خط خودشون بهتون بگن شاید شما
واقعا در توی تغییری بشه دیگه، چی بگم، کار دیگه نمیتونم بکنم. صدها و صدها کلاهبرداری همین الان در این جامعه شده به وسیله منوچهر معتمر و مسعود جمالی، همکاریشون با جمهوری اسلامی، خواننده هایی که در آینده خدا رو شکر فعلا کاسکودش رو ریخت به هم روزگار، و افرادی دیگه ای که هستن، علیرضا امیرقاسمی با تلفن تلویزیونش و تیم خودش، همین چپکید با تیم خودش، نمیدونم شهرام همایون با تیم خودش، شجره با تیم خودش، اینا کیان، اینا چیان، آخه چرا اینا، چرا همه اومدن با شرفا بسته شدن و رفتن، مزدوران موندن، چگونه است، از کجا میاد، کی به اینا میده؟ خب اینا نمیدونه دیگه، فقط نشستن یه تلویزیون نگاه کنه، وای آقای خوده، آقای چیک اینو گفت قربونش برم، آقای چیک برای نادانیمونه، به خدا اگه بدونی توپ توپشون میکنه. اگر واقعیت رو بدونی، من همه قصدم اینه که اون چه که هست رو به شما بگم، نه اینکه من بخوام کسی دشمنی کنم. به خاک مقدس مادر و پدرم، خیلی هاشون اصلا را دستم نیه حتی بگم، ولی به من ربطی نداری کردن. تازه اینایی که من دارم میگم اینا چیزی نیست. یک عالمه همین الان که کرونا و مارونا توی خونه هستن، دو میلیون قصه توی شهر توی خونه هست شفته تو. شما نمیدونی اصلا اینا کیه، اینا چی هست. از توب تا شب، از شب تا دم توب تلفن من این از اونجا میاد بیرون زنگ میزنه، اینه میگه، این میگه، اون اینجا که اون اینجا شد این فرنا چه بدونم، خدای شکر دیم کنم. آمه جان درود بر تو، بچه ها درود بر همه تو، عشید جانم درود بر تو، قربونت برم. گلی گل، گل خانم، همه شما گلای عزیزم، همه شما که صدای ما رو رسوا میکنید. خلاصه ببینید، بیایید یه فاکتور جدا، یه پرونده جدا برای من باز کنید با هم دیگه. من صداتون رو رسوا میکنم، در کنارتون با میترم، جون و زندگی و همه زندگی من گذاشتم، بقیهش هم میذارم که به حقتون برسید، به اونی که هست برسید، راستش رو گوش کنید، واقعیتش رو گوش کنید، با خرافات بجنگید، با خیالات بیخود، توهمات، دوچار این توهمات نشین. چرا یه دور میرین، یه دفعه توی تلویزیون میرین، فکر کنین الان همه تو آفتاب نشستن، آه لنگاشون رو کردن برای شما. نه آقا، مردم تفتفتون میکنن، اندازه مغزتون رو نگاه میکنن، میبینن چقدر وسعت دارید و چقدر کوتاه فکر و کوتاه نظری. زنده باد زندگی، مرگ بر مرگ. عاشقی آوارگی بیچارگی دارد به پیش، مرد باید بود رب، باید گذشت جان خیش. زندگی بی عشق مرگ است، مرگ بر این زندگی. زنده باد عاشق پرستی، زنده باد این زندگی. پیش چشم آدم آواره گل هم بوی کاغر میدهد، زندگی دور از وطن طعم هلاهل میدهد. زندگی بازی است، من بازیگر بازیچه های زشت دست کار زار قلب خویشم. عاشقی، مردم پرستی، عشق ورزیدن به هستی، از نفس افتاده پیشم. عاشقم من، به زود زنده باد آزادی تا فردا. مرسی از همتون که با هم بودیم. بزرگ.